What's up guys <applause> به من خوش اومدید امیدوارم حال همتون خوب باشه بچه امروز میخوایم یه جمعنی کلی راجعه گیم اکس اینفینتی داشته باشیم بهتون بگم که در واقع بازی تو چه مرحله ای هستش یه نگرانیاتون زیاد شده راجعه به وضعیت سرورا و اینکه نمیتونید پلی بدید این چند روز رو به اون میپردازیم پاسخ کامنت رو میدم مخصوصا کامنت که تکراری بودن خیلیتون هنوز سر خرید و فروش مشکل دارید همه اینا رو دوباره بهتون میگم و اگر باز هم سالی بود زیر درواقع این پست حتما بیان کنید بهشون جواب میدم یه مقدار دیگه میخوام چند از حالت اکس اینفینیتی خارج کنم بریم سراغ گیم های جدیدتر و گیم که پتانسیل بهتری برای رشد دارن اونا رو هم در واقع بررسی کنیم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو چند تا کنید لایک بذارید کامنت بذارید بهم انرژی خوب بدید به خودتون برمیگرده این قدم نگران وضعیت سرورهای اکس اینفینیتی نباشید بریم سراغ ویدیو خب بعد بریم سراغ گیم دوستانی که هنوز مشکل دارن خیلی هم اومدن کامنت گذاشتن که امید تو خوب توضیح ندادی ما گیمو چجوری اصلا باید نصب کنیم صفر تا به من نگفتی بچا شما باید خودتون یه ذره مقدمات حالا نصب نمیدونم بازی و اینجور چیزا رو بدونید من که نیومدم اینجا همه رو از صفر تا بهتون بگم خواهش میکنم به چیزایی که میگم دقت کنید خودتون هم یه مقدار رویه تحقیق داشته باشین برید دنبالش تا بتونید راحت حل کنید اگر هم مشکلی دارید بچا سایت اکس اینفینیتی رو این بالا دارید می‌بینید کام هست واردش میشید اگر میخواد گیم رو دا... دانلود کنید اینجا گزینه دانلود نیست کافی روی پلی ناب بزنید براتون یه صفحه میاد که نوشته اینجا آقا شما میخواید چه در واقع ورژنی رو دانلود کنید برای iOS میخواید دانلود کنید من خودم آیفون ندارم واسه همین نمیدونم روی iOS چه نصب میشه میتونید در واقع توی حالا یوتیوب سرچ کنید قطعا آموزش هست براش که چجوری روی آیفون باید نصب اگر من دیوایس داشتم حتما این کار رو براتون میکردم روی اندروید که خیلی راحت هست فایل APK هست دانلودش میکنید و نصبش میکنید و به راحتی اجرا میشه و ورژن مک هم داره که نسخه ویندوزش هم اینجا خودش در واقع میشناسه او و هم, هم صفحه دانلودی که هم اول من کنسل کردم نسخه ویندوزش بود که در واقع ماویس هاب نصب میشه و بعد از اون شما میتونید در واقع من این تلگرام ببندم گیم رو توش دانلود کنید سه 300 مک هست حجم بازی و وقتی دانلودش کرد میتونید وارد گیم بشید حتما باید از وی پی استفاده کنید نکته ای که داره وی پی چی میخواید استفاده کنید همه وی پی ها پروتکل هایی که تو ایران جواب بده اوکی هست حالا میتونید از ویندوز کرایب یا اکسپرس وی پی برای گیم استفاده کنید خب بریم سراغ مارکتش خیلی گفته بودن که آقا ما چه جوری باید بخریم عکسی رو چه جوری استفاده کنیم چرا یه سری عکسی رو نمیشه خرید یا مثلا خرید و فروش سخت واریز پول چجوریه جوریه بچه من همه اینا رو تو این ویدیو دوباره جنبندی میکنم و بهتون میگم خواهش میکنم حتما ویدیو رو تا آخر ببینید مخصوصا اگه هنوز مشکل دارین یا شک دارین تو این کارا خودتون ندید این کارا رو همینطوری انجام ندید ممکنه پولتون گم شه ارز دیجیتال با هیچ شوخی نداره اگر در واقع گم کنید پولتون رو رفته که رفت خب دو تا اکستنشن شما میخواهید یکی متا هست یکی در واقع رونین ولس بهتون گفتم با توجه مرورگری که دارید حالا من اینجا موزیلا استفاده میکنم تو قسمت ادان در واقع موزیلا میتونید این دوتا تا در واقع اکستنشن رو نصب کنید اگر در واقع کروم استفاده میکنید کروم اکستنشن اگر بریو دارید باز دوباره همون اکستنشن های در واقع مورگری کروم نصب میشه به راحتی اینجا کافیه که مثلا سرچ کنید آقا من رونین ولت رو میخوام اینجا پیدا میکنه خیلی راحت نصبش میکنید من الان چون اینو نصب دارم اینجا دیگه گزینه ریموو برای من هست یا اگر مثلا متا رو میخواید متا رو اینجا سرچ میکنید براتون میاره نصب میکنید و به راحتی اینجا اضافه میشه این دو تا گزینه بعد از اینکه نصب کردید مراحل در واقع ساخت اکانت توی متامسک و رونین رو باید انجام بدید دوتاش عین همه بهتون دوازده تا کلمه میده اگر این رو هم بلد نیستید من یه ویدیو آموزشی از نحوه کار با متامسک گذاشتم تا آخر حتما اون ویدیو رو ببینید حتی اگه مقدمات کارم بلدید اون رو ببینید که حرفه بشید توی متامسک خب بعد از اینکه متامسک رو نصب کردین و کاراش رو انجام دادید اینجا به شما یه آدرس اتریوم میده این آدرس در واقع اتریوم ولت شما هست کافی روش کلیک کنید و اینو میتونید همه جا کپی کنید شما باید به این آدرس اتریوم واریز کنید الان در حال حاضر توی این تاریخ 19 هفته 2021 قیمت اتریوم یه چیزی هلوشه بذارید من ببینم دقیق بهتون بگم الان اگه بخوام اتریوم رو اینجا قیمتش رو ببینیم 1817 دلار هست اتریوم ریخته تایم خوبی تقریبا برای خرید میتونید خرید کنید و از هر صرافی ایرانی میتونید اتریوم رو بگیرید به این آدرس در واقع در واقع واریزش کنید و کیف پولتون رو شارژ کنید بعد از اینکه کیف پولتون شارژ شد اینجا خب مقدار اتریومش رو نشون میده مقدار دلاریش هم این پایین میبینید برای در واقع شروع عکس اینفینیتی الان یه چیزی حدود 1200 دلار تا 1500 دلار پول نیاز دارید شما میتونید با کمتر از اینم شروع کنید ولی زیاد روی اینکه عکسی خیلی خوبی بگیرید حساب نکنید خب پس این شد از انتقال پول به در واقع متامسکتون بعد از اینکه به متامسک پول زدین کاری که باید بکنین اینه که پولتون رو از متامسک انتقال بدید به رونین بچه ها میگید چرا اصلا رونین چی هست بچه ها رونین کیف پول داخل گیم هست که کارمزد انجام تراکنش توش صفره اگر میخواست در واقع این گیم از متامسک استفاده کنه بابت هر کاری که شما میکردید باید تراکنش میدادید یعنی یک گسفی رو میدادین و این متاماس اصلا مستقل از گیم هست به خاطر همین اومدن رونین ودت رو ایجاد کردن بماند که اینم خب بالاخره تو تبادلاتش و انتقال ارز باید شما گسفی بدید گسفی اتریوم هم بالا هست و دست ما نیست بهتون گفتم از اکسی دات یا سایت هایی که در واقع قیمت گسفی رو نشون میدن میتونید حالا گسفی رو چک کنید الان مثلا هولوش اگر بخواید در واقع اتریوم دپوزیت کنید چیزی اولش 8 دلار در در حالت کندش خب اینم که در واقع شد از نحوه پیدا کردن گسفی که بهتون گفتم حالا میتونید پولتون رو انتقال بدید از متامسک به در واقع روین ولت برای این کار باید چیکار کنین میاید توی مارکت پلیستون این قسمت که اکانتتون هست در واقع جزئیات اکانتتون رو میبینید حتما باید ایمیلتون رو اینجا وارد کنید این شو کیو آر همون کدی هست که با گوشیتون میتونید اسکن کنید و گوشیتون وصل میشه و به نسخه پیسیتون وصل میشه میتونید عکسیاتون رو سینک کنید و با گوشی پلی بدین ما با این فعلا کاری نداریم میایم قسمت بریج بریج رو میزنید دپازیت رو میزنید وقتی دپازیت رو زدید خودش اینجا کیف پولتون رو شناخته میگه میخواید از این اتریوم نتورک بیارید توی رونینتون شما آدرس رونین رو باید اینجا برید و آدرس رونین حتما باید در واقع رونین داشته باشه خیلی از دوستان اومده بودن آدرس رو بدون این زدن اصلا این پایین رو نخوندن آقا حتما مطالبی که اینجا نوشته رو یه دور بخونید شاید به دردتون بخوره اینجا حتما نوشته باید با این رونین در واقع بذارید آدرس رو کاری نداره شما اینجا رونین ولتتون رو باز میکنید کپی آدرس میکنید اینو میندازین اینجا و به راحتی در واقع اینجا پیست میشه استی که میخواید منتقل کنید میخواید اتریوم منتقل کنید اتریوم رو انتخاب, میکنیم میزانی که میخواید منتقل کنید با حواستون باشه بچا مکس نمیتونید بذارید چرا چون شما, شما نمیتونید کل موجودی متا رو ببرید به خاطر اینکه انتقال اتریوم به رونین ولت در واقع شامل کارمز میشه شما همیشه با 340 دلار ته در واقع کیف پولتون باشه دوستانی که نمیدونن باید یه مبلغی رو اینجا بذارن که یه چیزی حدود 340 دلار در واقع ته کیف پول متامسکشون بمونه که بتونن پول کارمزد انتقال رو بدن اون گسفی رو بتونن بدن اگر هم میخواید تبدیل کنید کاری نداره مثلا میگید آقا سی دلار چ... چند تا اتریوم میشه اینجا خیلی راحت ماشین حسابتون رو باز میکنید میگید مثلا من سی دلار میخوام اتریوم نگه دارم چقدر اتریوم میشه اینجا سی رو تقسیم برای قیمت اتریوم میکنید که الان 1817 هست و یه مقداری به شما میده که شما این مقدار رو از موجودی کلتون کم میکنید بعد میایید اینجا در واقع توی امانت اون مقدار رو وارد میکنید و نکست رو میزنید وقتی نکست میزنید از شما اینجا یه تاییدیه میگیره میگه گسفیتون این قطع میشه شما اوکی میدید و در نهایت این تراکنش براتون انجام میشه و اتریوم شما منتقل میشه به کیف پول رونینتون وقتی به کیف پول رونینتون منتقل شد یه چند دقیقه صبر میکنید حدود دو سه دقیقه یه لینک اترسکن هم به شما میده اینجا میتونید اون اترسکن رو باز کنید تو در واقع اترسکن همون سایتی هست که در واقع تراکنش شما رو داره نشون میده این همون رسیدی که بانک به شما میده اترسکن هم همونطوری هست مثلا میزنه که آقا این تراکنش کی تموم میشه چقدر زمان میبره سکسس میشه وقتی سکسس شد شما میاد اینجا و منتظر میمونید معمولا دو سه دقیقه طول میکشه این WETH شما به صورت اتومات در واقع اون مبلغی رو که منتقل کردین رو نمایش میده خب این پس شد از انتقال اتریومتون به کیف پول رونی وقتی که WTH اومد توی حسابتون نشست شما دیگه میرید داخل مارکت پلیس شروع میکنید به خرید عکسی بچه برای خرید عکسی گفتم شما الان حرفه‌ای نیستید بازی رو میخواید شروع کنید نیاز به عکسایی دارید که بتونید مود ادونچر رو پلی برید اول باش آرنا اولویت شما نیست برای شروع گیم شما باید روزی 150 تا اس جمع کنید 50 تاش تو آرنا هست 100 تاش توی ادونچر بهترین ترکیبی که برای ادونچر پلنت آکوا 20 پلنت 20 برد یکی از این دو تا ترکیب رو شما انتخاب کنید اگر میرید سراغ پلنت اینجا کافیه که پلنت رو بزنید حالا من اینجا فیلتر گذاشته بودم قبلا پلنت ها رو براتون میاره بچه دقت کنید هیل پلنتتون سعی کنید بالای پنج و پنج باشه و کارت هایی که در واقع برای پلنتتون انتخاب میکنید سعی کنید شامل این کارت ها باشه من حالا دوتاش تاشو مینویسم مثلا پامپکین خیلی کارت خوبیه حتما سعی کنید پامپکین داشته باشه پامپکین شیله به دردتون میخوره یا مثلا کروت هم جز اون کارتاییه که خیلی در واقع پیکش میدن من دوتا از کارتهای خوب رو نوشتم دوتا کارت دیگه به انتخاب خودتون هرچی میخواید فکر میکنید توی فایت به دردتون میخوره اون رو انتخاب کنید برای اینکه ببینید اصلا چه کارتی رو هم انتخاب کنید و اون کارت چی کار میکنه کافی عکسی رو باز کنید به لطف سرعت خوب اینترنت من هم یه مقدار طول میکشه مثلا این الان عکسی پامکین رو داره کرات داره دو تا کارت از نژاد برد داره شما ممکنه این اکسی رو دوست داشته باشید تیلش هم الان مثلا پنجا و پنج قیمتش هم خیلی زیاد نیست اگه عکسی میخواید که پیور باشه یعنی همه یه در واقع بادی پارتش سبز باشه و همه یه کارتش مال پلنت باشه اون عکسی میره بالای 500 دلار باشه شما با اگه بودجهتون محدود هست مثلا چه میدونم 700 دلار دارید نمیتونید هیچ وقت اون عکسی رو انتخاب کنید با این عکسی شروع کنید یه ذره بازیتون که خوب شد و درآمد خوب رسیدین میتونید بعد اون عکسی رو بخرید و بیلیت کنید و حالا وضعیت اکانتاتون بهتر بشه پس بعد شد دو تا کارت مهم از بلند رو من گفتم این سلیقه میتونید دو تا کارت دیگر رو انتخاب کنید کارت اولی که بهتون معرفی کردم پامکین بود که بهتون شیلد میده کارت بعدی هم بود که اگه در واقع شیلدتون بشکنه یه دونه انرژی میتونید بگیرید دو تا کارت دیگه به انتخاب خودتون میتونید از خود پلنت انتخاب کنید میتونید حالا از نژادهای دیگه بذارید این پلنتی که بهتون میگم برای شروع بازی خیلی خوبه اوکیه برای 20 بچه ها 20 من قبلا گفتم باز حالا اینجا بهتون میگم توی اجاده 20 هم مهم اینه که در واقع کارتی داشته باشید که دمیج بالایی داشته باشه من حالا اینجا مثلا این اکسی رو باز میکنم با هم ببینیم رندوم کارتاش به اصلا به پیور بودن و اینش من کاری ندارم دارم اینجوری فرض میکنم شما کسی هستی که با یه بودجه محدود میخوای یه سری عکسی بگیری بریدش دو بار ایشون در واقع بچه دار شدن و میبینید که مورالش 53 مورال و اینا رو من توی ویدیو در واقع دیباف و باف توضیح دادم اگه نمیدونید چیه حتما برید اون در واقع ویدیو رو ببینید چهار قسمت رو تو اون ویدیو کامل توضیح دادم با دیپارتاش دارید میبینید درصد خلوصش زیاد بالا نیست همونطور که اینجا دارید میبینید از هر تقریبا یک کارت داره کارت هایی که 20 باید داشته باشه سعی کنید کارتهایی رو انتخاب کنید که حداقل سه تا کارت دمیج 100 به بالا داشته باشه صد به بالا چرا چون دمیج بالا توی 20 خیلی مهمه کارتی هست که در واقع میخواد حمله کنه اتک کنه دمیج بالا مهم انتخاب کارت های 20 با خودتون بگردید سه تا کارتی که دمیج صد به بالا داشت رو انتخاب کنید ما هیچ تفاوتی هم نداره برای در واقع ادونچر میتونید از هر کارتی استفاده کنید توی آرنا خب تخصصی تر میشه باید تو چیدمان این کارتا دقت بیشتری کنید که مثلا برای آرنا ترکیبای دیگه ای رو بهتون معرفی میکنم برای نژاد آکواتیک هم که دوستان من گفتم شما ای که میخوای شروع کنی آکواتیک شما اسپیدش خیلی مهمه دقت کنید که اسپید آکواتیک شما یه چیزی به مثلا 54 55 باشه دیگه مثلا زیر این نباشه مثلا یلا یعنی اسپیدش 46 زیاد آکواتیک خوبی نیست هر چقدر اسپید شما بالاتر باشه زودتر اتک میدید اینم تو ویدیوهای قبلی من بهتون گفته بودم اگر آکواتیک برمی‌دارید و سعی کنید دو تا کارت آکواتیک حداقل دمیج 100 به بالا داشته باشه یا یه دونه گین انرژی داشته باشه حالا مثلا این سه کارت پلنس داره که به دردش نمیخوره این اصلا یه آکواتیک نظر من یوزلسیه پس هیچ موقع یه همچین چیزی رو شما انتخاب نمیکنید حداقل دو تا کارت از آکواتیک داشته باشه که حالا یا دمیج باشه یا مثلا استین انرژی باشه اون دو تا کارت دیگه باز به انتخاب خودتون اسپیدش هم که گفتم بهتون چند باشه بردم اگه انتخاب میکنید به جای آکواتیک برد خودتون میره اسپیدش بالاتر از همه نژادها هست زودتر از همه شروع میکنه به اتک دادن یا حمله کردن برد رو هم باز سعی کنید کارتایی که انتخاب میکنید هر چهار تا کارتش بالای در واقع صد باشه دمجش اینطوری خب بردتون خیلی وضعیت بهتری داره چون زودتر از همه اتک میدید با چهار تا معمولا میتونید طرفو در واقع حذف کنید نمی رو حذف کنید حالا اگه این باز شد خب مثلا اینکه یاری نمی کنه نت من و این اکسی رو باز نمیکنه من برمیگردم عقب بچه... پس پس برد رو هم بهتون گفتم چه جوریه یه سوالی که خیلی هاتون میپرسید اینه که من میام توی مارکت پلیس مثلا رو عکسی اول میزنم چرا بای نداره این بالا واسه من یا من مثلا نمیتونم این عکسی رو بخرم بچه خیلی اوقات شما اکسی هایی که در واقع انتخاب میکنید یه سری در واقع بات های روبوت هایی هستن که اکسی هایی که قیمت پایین دارن رو اینا رو مثلا خیلی زودتر از شما میخرن یا در واقع باک شده اون قیمت مارکت باک شده یا طرف یه قیمتی گذاشته سریع کنسل کرده اینا جزء چیزای عکسی هست که شما نمیتونید بخرید حالا الان فکر کنم مارکتش اصلا به مشکل خود چیزی هم نشون نمیده این روزا انقدر سرورش دچار مشکل بالاخره لود شد اینقدر در واقع سری میخرن عکسیا رو که شما نمیرسین حالا یا سری بات این کار رو انجام میده یا شخصی هستش که در واقع سرعتش از شما بیشتر نشسته و سری این کار رو انجام میده خب این هم 20 بود که در واقع دارید میبینید الان 20 مورالش خیلی مهمه مورال 20 اگر 61 باشه احتمالی که کریتیکال بکشه بیشتر میشه کارتی رو انتخاب کنید بیرسر. که حداقل 4 تا در واقع درمجه 100 به بالا داشته باشه خب این هم از این من یه بک میدم اجازه بدید من اینجا صدا ببندم خب پس این از این من دیگه راجع انتخاب عکسی بهتون چیزی نمیگم تا همین حد بدونید کفایت میکنه مارکت من امروز اصلا وضعیتش خوب نیست که من بخوام بیشتر اینجا بهتون توضیح بدم پس یه در ترکیب خیلی معمولی رو برای کسایی که میخوان شروع کنن من اینجا در معرفی کردم دیگه خواهش میکنم بچه ها نه هی نپرسید این پلنت خوبه اون نمیدونم فلان چیز خوبه خودتون با توجه به چیزهایی که بهتون گفتم و میدونید و ویدیوهایی که دیدید عکسیاتون رو انتخاب کنید و اکانتتون رو به هیچ وجه به کسی ندید که براتون اکسی انتخاب کنه و خودتون این کار رو انجام بدید میرسیم به قسمت مهم قضیه که برداشت پول هست بچه شما تو قسمت مای اکانتتون قسمت اینونتوری اکسیاتون رو میتونید ببینید قسمت کلیم توکن میتونید توکن هایی که در طول حالا 14 روز 14 روز جمع میکنید اینجا به شما نشون میده حالا مثلا الان این سایت مشکل داره بس نمیشه بر من تعداد شون نشون بده شما اگر خواستید توکنتون رو کلیم کنید کافیه بیاید اینجا و روی گزینه کلیم اسل بزنید الان کلیمش مشکل داره تو خود دیسکوردشون هم گفتن که دارن روی در واقع کلمین کار میکنن فعلا دان شده حالا مهندسینشون دارن کار میکنن مطلع هستن از این داستان اینجا کلمتونو رو روشن میشه مقدارش رو میزنه تو تاریخی که بهتون میگه که هر 14 روز هست میتونید این در رو کلم کنید روش میزنید یه چند دقیقه صبر میکنید گاهی اوقات سریع گاهی یه مقدار کند هست اگر هم نشد یه بار سفر ریفرش کنید بعد دوباره کلیم کنید بعد از اینکه کلم شد پولتون میاد داخل در کیف پول پول که نه توکنتون میاد داخل در روین ولتتون میشینه خیلی راحت میاد روین ولتتون رو باز میکنید اینجا مقدار SLP که توی روینتون هست رو میبینید بچه من برداشت زدم قبلا SLP الان صفره فکر نکنید خودم دارم پلی نمیدم قبلا برداشت زدم به خاطر همین SLP صفر شده بعد از اینکه پول داخل روین ولتتون اومد باید پولتون رو یعنی توکنتون رو انتقال بدید به کیف پول متامست بچه از روین ولت نمیتونید مستقیم به صرافی یا حسابهای خودتون پول انتقال بدید اگه این کار انجام بدید پولتون میره تو در و دیوار و دیگه عملا کاری نمیتونید بکنید پس میاید تو قسمت بریج دوباره بریج رو باز میکنید میخواید واریز کنید ویدرا رو میزنید اتریوم نتورک یعنی میخواید ببرید تو متامسکت، متامسکتون خودش اینجا در واقع این رو بهتون نشون میده آدرس اتریوم رو ازتون میخواد کافی اینجا اینو دوباره کپی کنید پیست کنید استی که میخواید انتقال بدید SLP SLP رو انتخاب میکنید اینجا خیلی راحت میتونید گزینه مکس رو بزنید چون میخواید همه SLP هاتون یا هر مقداری که دوست دارین رو منتقل کنین این دیگه چیز شخصیه مکس بذارید مشکل نداره تا زمانی که تو کیف پول متامسکتون پول هست شما میتونید هر چقدر خواستید SLP منتقل کنید تا زمانی که بتونید گسفی اون انتقال رو بزنید اینجا الان من تو اتریوم هم در واقع توی ولت پول دارم 46 دلار شما هم حتما باید یه همچین مبلغ یا یه مقدار کمتر هم باشه مشکل نداره داشته باشید که بتونید فی تراکنش رو بدید و بعد از چند دقیقه SLP میاد اینجا میشینه وقتی نشست اسلپی رو اینجا بهتون نشون میده این هم بهتون گفتم این توکن اسلپی رو خیلی راحت میتونید اینجا اضافه کنید دوستانی که نمیدونن اد توکن رو بزنن تو کاستوم توکن خیلی راحت میرن توی کوین گکو که اینجا هست کوین گکو رو باز میکنن تو کوین مارکت کپ نرید کوین مارکت کپ نسخه قدیمی SLP رو داره اسموت لاف پوشن رو نداره اسمال لاف پوشن رو داره که نسخه قدیمیش هست کانترکت قدیمیشه اگر نمیدونید کانترکت چیه به راجبش در واقع بخونید مطلع شید من راجب مباحث ارز دیجیتال اینجا صحبت نمی کنم چون اگه بخوام صحبت کنم وقت ویدیو کلا گرفته میشه خب بهتون گفتم حالا من اینجا قبلا این اد کردم میاد تو کاستم توکن آدرس رو که از اینجا من برداشتم اینجا پیستش میکنم خودش میشناسه چون حالا اینجا من قبلا زدم میگه این توکن قبلا اینجا اد شده وقتی شما این کانترکت آدرس رو میزنید اینجا اس رو بهتون نشون میده نکست میکنید و در نهایت این میاد اینجا اضافه میشه و مقدار اسل تون رو میتونید اینجا ببینید وقتی اینجا اسل تون اومد حالا باید یه بار دیگه کارمز بدید فی تراکنش پرداخت کنید این اسلپی رو انتقال بدید به یک صرافی که بتونید یا بفروشیدش تترش کنید و اون تتر رو ریال کنید در نهایت یا اینکه همینجا میتونید در واقع سواپش کنید تبدیلش کنید به اتریوم یا هر ارز دیگه که میخواد یا از طریق یونی سواپ این کار انجام بدید اینا رو هم قبلا گفتم بهتون چه توی فروش اسلپی ویدیو کامل گفتم بهتون که از طریق بایننس انجام میشد قبلا الان دیگه مشکل بایننس هم در واقع ندارید چرا چون صرافی کوینکس هم آورده که م... که مشکلی فعلا با ما ایرانیان نداره که مشکل دار میشه خدا میدونه ولی میتونید از کوینکس استفاده کنین و دپوزیت کنید اسلپیتون رو اونجا بعد بفروشین یا تبدیلش کنید به چیزی که خب اینا پس شد از برداشت پول امیدوارم دیگه واقعا مشکلی تو این دوتا قضیه نداشته باشیم بچا ویدیو رو تا آخر ببینید قبل از اینکه ویدیو رو ببینید نه دایرکت پیام بدید که آقا این چه جوریه یا این من دارم میکنم میخوام مطمئن شم که درست هست یا نه بچا چیزی که من بهتون میگم این کارو من خودم انجام دادم چون یه بار رفتم پس قطعا جواب میگیرید شما هم من برای خودم از همین راه استفاده میکنم یه راه دیگه در نمیرم پس شما به من اطمینان کنید همین راه برید بدون مشکل کارتون راه میفت خب پس اینم شد از نحوه در واقع برداشت SLP که من یه بار دیگه بهتون گفتم و فکر نکنم دیگه مشکلی توش باشه یه صحبت دیگه هم که میکنن دوستان اینه که این روزا همه میان میگن که این اسکم هست کلاهبرداری هست بچه شما بدترین حالت ممکن من بهتون یه نکته ای رو بگم شما وقتی مثلا میاد یه جایی سرمایه گذاری میکنید حالا چه میدونم ترید میخواید بکنید یا هر کاری مثلا میرید چت کوین میخرید یا یه کوینی رو میخرید خب اون کوین باید در واقع نمودارش سعودی باشه یا ترند سعودی داشته باشه که در واقع به شما سود بده شما داخل این گیم یه خوبی که دارش ماه اول سرمایه اصلیتون برمیگرده یعنی ماه اول سرمایه اصلیتون سر به سر میشه حالا درسته که این عکسیه که میخریدم توکن NFT و قابل فروشه یعنی عملا شما ضرر نکردین اصلا سرمایه‌تون اگه برنگرده شما اونها رو میفروشین پولتون برمیگرده ولی من به این دید نگاه میکنم که شما اصلا اون عکسیا رو بهش نگاه نمیکنید هیچ چش به اونا ندارید سرمایه‌تون ماه اول برمیگرده یعنی اگه 20 ساعت گذاشتی 20 ساعتتون برمیگرده از ماه دوم دو شما میرین تو سود یعنی ضرر نمیکنید پس ریسک این قضیه خیلی کمه شما اگر برید شت کوین بخرید یا ترید کنید یا حتی تو فارکس پول بذارید هر لحظه ممکنه یه خبر بدی بیاد یا یه تحلیل اشتباه بزنید و پولتون از دست بره یا پولتون در واقع بمونه با ضرر توی صرافی تا کی حالا مثلا روند سودی بشه و این پول برگرده اینجا اون ریسکا رو نداره خیلی کم ریسک داره پس اینقدر نگران نباشید که ای وای من الان 20 سوم پول میذارم الان این 20 سوم بره من چیکار کنم بدبخت میشم نه یه ذره دیدتون مثبت باشه اگه کاری رو میخواین استارت بزنید قوی استارت بزنید شروعش کنید و مطمئن باشید نتیجه میگیرید به خودتون روحیه بدین خیلی دارن از این راه فعلا پول در میارن ما تا موقعی که این پروژه هست و روندش مثبته و میشه توش کار کرد کار میکنیم مثل کار کردن تو شرکت، مثل سرمایه گذاری تو کارهای مختلفه بالاخره تا یه زمانی هر پروژه‌ای سود میده و بعدش ممکنه از بین بره یا حالا پروژه های بهتر جاشو بگیرن تا زمانی که شما میتونید سود بگیرید و درآمد ازش داشته باشید کار کنید توش من راحت تر از این دیگه واقعا نمیتونم بهتون توضیح بدم اخبار عکسی رو هم لطفا فقط و فقط از در واقع دیسکوردشون یا توییترشون در واقع دنبال کنید آدرس دیسکوردشون تو سایت خود عکسی اینفینیتی هست حالا من سایتش یا نه هستش اینجا اصلا یه اعلامیه زده خودش یه تابلو اینجا هست جوین اور دیسکورد دیسکورد هم یه برنامه‌ای که میتونید برید با چت کنید یا اعلامیه‌ای که میذارن اناونسمنتاشون رو ببینید آدرس توییترشون هم این زیره که میتونید در واقع فالو کنید هم دیسکورد هم توییتر اینجا از فیسبوک که نیازتون نمیشه و راجب این خرابیای سروراشون هم خودشون گفتن حالا خودشون گفتن دیداست بوده ولی من بعید میدونم دیداست باشه همش دارن یه سری تغییراتی رو, رو روی سرور انجام میدن اگه چند تا اکانت دارید اکانتاتون رو بدید آدم های مختلف پلی بدن سعی کنید خودتون با دو تا اکانت پلی ندید اگر مثلا تو خونه کسی هست که میتونه پلی بده بدید اون پلی بده سعی کنید بیشتر روی لپتاپ یا پی سی پلی بدین رو گوشی اگه پلی میدین یه اکانت باشه دو تا اکانت روی پی سی یا گوشی نیارید بالا روی یک دیوایس بیشتر از یه دونه اکانت بیارید بالا بند میشید بچه من اینو هزار بار گفتم اگر این کار رو بکنید بند میشید این هم حالا دیگه هزار بار و اخبار رو هم گفتم حتما از خود دیسکورد در واقع دنبال کنید اینجا خودشون نوشتن که آقا سرورای ما مثلا مشکل داره یا مثلا امروز اسپی مشکل داره دام شده آخرین اعلامی هم که راجع به سرورا زدن به کلام این بوده که آقا ما داریم یه سری تغییراتی رو روی این سرورا انجام میدیم و چون بازی هنوز تو نسخه آلفا هست ما نمیدونیم که آقا کی این مشکل کامل حل میشه شما هم نباید از ما توقعی داشته باش از نظر فنی و مهندسی دارن درست میگن چرا چون گیم هنوز تو فاز آلفا هست. یعنی حتی بتا هم نیست که مثلا شما بخوای شکایت کنی که آقا چرا مثلا سروراتون این شکلیه یعنی هنوز این پروژه داره رشد میکنه هنوز داره یه تغییرات اساسی توش انجام میشه گفتن که حالا ممکن چند روز تا چند هفته طول بکشه این تغییراتی که دارن میدن ولی یه تیم جدیدی آوردن و همه مهندسینشون فوکوس کردن روی مشکل سرور که قرار تا حالا روزها و هفته های آینده مشکل حل بشه بچه فعلا فارم کردن اسلپی تو بازی سخته ولی میشه شدنیه روزی حتی اقل تا رو شما میتونید در بدترین شرایط ممکن با گذاشتن 4 پنج ست وقت های بازی رو ببندید باز کنید هی سعی کنید برید یه سری تایم هایی هست بازی سریع در واقع سرچ میده فاین میده سعی کنید صبح بلند بشی حالا من چند روز صبح بلند میشم ساعت 9 تا 12 میتونم این رو انجام بدم امیدوارم روزای بعدم اینجوری باشه اس تون رو با همین شرایط سختی که هست جمع کنید شما حتی در واقع روزی 100 تا 50 تا SLP هم در واقع جمع کنید بهتر از این هست که بگید نه دیگه این سروراش خراب شده یا بی بشین پس حتما این رو انجام بدین امیدوارم این مطالبی که گفتم براتون مفید باشه بازم اگه سوالی داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید سوال تکراری خواهش میکنم ازتون نکنید سوال جدید بپرسین پروژه اکسی رو میخوایم دیگه ببندیم دیگه اگرم مطلبی راجع بهش بذارم مطلبی میشه که به دردتون بخوره واقعا چون دیگه مطالب داره کم کم تکراری میشه امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه چند سابسکرایب کنید دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی پیش